بیستمین روز مهر ماه برابر با 12 اکتبر، روز بزرگ داشت حافظ. خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی در شیراز دیده به جهان گشود و پس از فرا گرفتن دانش‌های متداول عصر خود، دیوان شعرای گذشته و معاصر خود را به دقت مطالعه کرد و نخست معنا را از لفظ جدا نمود و لفظ را به دور افکند. آنگاه معنا را در کوره ذهنش ریخت و از آن برای خودش وسیله‌ای ارزشمند ساخت. کمال هنر حافظ در این است که از همان عناصر در دسترس همگان معجونی شفا بخش و مفرح تهیه کرده و استادانه و سحرآفرینانه آنها را به خدمت درآورده است. او تفسیر قرآن، حکمت و ادبیات عرب را به خوبی می دانست و چون قرآن را با چند روایت و قرائت حفظ کرده بود، به حافظ شهرت یافت. سال 313 خورشیدی برابر با 934 میلادی، زادروز شاعر نامدار ایرانی حکیم ابوالقاسم فردوسی که در روستای باج از ناحیه تابران طوس متولد شد. وی در خانواده مرفه و ممتاز رشد و نمو کرد و در دوران جوانی به تحصیل علوم پرداخت. وی همچنین به ادبیات فارسی و تاریخ و سایر علوم رایج زمان خود آشنایی کافی داشت. اثر جاویدان فردوسی شاهنامه نام دارد و در شمار بهترین آثار حماسی عالم است. شاهنامه بر اثر نفوذ شدیدی که در میان طبقات مختلف ایرانیان یافت، در همه ادوار تاریخی بعد از قرن پنجم هجری مورد توجه بود و همه شاعران حماسه‌گوی ایرانی تا قرن اخیر تحت تأثیر آن بودند. فردوسی در حفظ جانب امانت به هنگام نقل مطالب، به کار بردن نهایت مهارت در وصف مناظر طبیعی و میدانهای جنگ و قهرمانانه منظومه خود و نیز ذکر مواعظ دلپذیر، کمال توانایی را نشان داده است. سال 1378 خورشیدی برابر با 1999 میلادی، کودتای پرویز مشرف علیه نواز شریف نخست وزیر پاکستان در سال 1999 میلادی. ارتش بود پرویز مشرف رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان در کودتایی بدون خونریزی محمد نواز شریف نخست وزیر قانونی این کشور را خلع نمود و قدرت را در دست گرفت. این کودتا زمانی صورت گرفت که یک روز پیش از آن نواز شریف ارتش بود مشرف را که برای دیداری رسمی به بنگلادش سفر کرده بود از کار برکنار کرد. نواز شریف پس از بازداشت شدن توسط کودتاچیان به فساد مالی، ناتوانی در برقراری امنیت و توطئه برای ربودن هواپیمای حامل مشرف متهم شد. نخست وزیر برکنار شده پاکستان چند ماه بعد در دادگاه محاکمه و به اتهام هواپیما ربایی به حبس ابد محکوم گردید، اما چندی بعد به درخواست مقامات عربستان سعودی آزاد و با آن کشور تبعید شد.